مسئله 1.5 توی این مسئله میگه که اگر یک استخون داشته باشیم که این استخون تنشی که داره بهش وارد میشه، تنش عمودی که این استخون تحت کشش هست، تنش عمودیش برابر 3.8 مگاپاسکال باشه و نیروهایی که داره بهش وارد میشه 1200 نیوتن باشه، با فرض اینکه سطح مقطع توی قسمت C یک دایره باشه، به صورت حلقوی یا دایره باشه، اگر قطر خارجی این استخون 25 میلیمتر باشه، قطر داخلی این استخون رو تعیین کنیم. پس این استخون میتونه تحمل 33.8 مگاپاسکال رو داره و حتی اکثر و این نیروی 1200 تایی داره وارد میشه، سطح مقطع داخلی قطر داخلی استخون رو میخواد محاسبه کنه. چون استخون در جریان باشید، استخون بافتی هست که قسمت بیرونیش سفت و سخته و قسمت داخلیش نرم هست. پس با فرض اینکه این استخون داخلش سوراخ یا قسمت نرمش هیچ توان تحملی نداره، میخواد قطر داخلی این استخون رو به دست بیاره. خب از رابطه سیگما مساوی به پی به آ استفاده میکنیم. تنشی که داره تحمل میکنه استخون 3.8 مگاپاسکال هست، 3.8 ضرب در 10 به توان 6 برابر با نیرویی که داره تحمل میکنه یا بهش وارد میشه 1200 نیوتن هست تقسیم بر مساحت. خب مساحت استخون، بایستی من این مساحت نت رو بذارم، میشه مساحت کل منهای مساحت جزء. قطر بزرگ استخون رو داریم 25 میلیمتر، قطر داخلی رو نداریم که میخوایم. پس میذارم پی قطر خارجی 25 به توان 2 منهای قطر داخلی دی به توان 2، یه ضرب در 10 به توان منهای 6 هم میذارم برای که تبدیل به متر بشه، یه 4 هم اینجا لازم داره. چرا؟ چون دارم مساحت رو بر حسب قطر میذارم، مساحت یک دایره پی آر 2 یا پی دی 2 4م که من اینجا چون بر حسب قطر گذاشتم لازمه که توی مخرج یه 4 هم بذارم. این 4 عملاً دور در دور، نزدیک در نزدیک میشه به اصطلاح و میره داخل صورت قرار میگیره. خب میتونم از این رابطه بیام و قطر رو به دست بیارم. من محاسبات رو به این شکل بازنویسی میکنم، مینویسم که 25 به توان 2 منهای دی به توان 2 مساوی است با 1200 ضرب در 4، این 10 به توان منهای 6 با این ساده میشه، تقسیم بر پی ضرب در 3.8. محاسبات رو انجام بدیم. 1200 ضرب در 4 تقسیم بر 3.14 تقسیم بر 3.8 تقسیم بر 3.14 تقسیم بر 3.8 میشه 402 ممیز 3. خب 25 به توان 2 منهای دی به توان 2 میشه 402 ممیز 3. میتونیم دی به توان 2 رو ببریم اون سمت تساوی و 402 رو بیاریمش سمت چپ، یعنی می نویسم که 25 به توان 2 منهای 402 ممیز 3 برابر با دی به توان 2. خب محاسبه کنیم، 25 به توان 2 منهای 402 ممیز 3 میشه 227.7. این دی 2 هست، ازش رادیکال اگر بگیریم، رادیکال بگیریم دی میشه 14.9 میلی متر. این میشه قطر داخلی استخون.